بنیاد مولانا جلال الدین محمد بلخی پیش کش می نماید. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. بینندگان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. من روح الله حمید در برنامه فراز و فرود زندگی یک شاعر، یک تن از شخصیت‌های فرهنگی کشور را با خود دارم. از جناب ایشان صمیمانه خواهش می‌کنم که خودشان خود را معرفی کنند. جناب استاد شما بفرمایید. برام خداوند مهربان، نخست سلام بر شما جناب حمید معزز و سلام به همه بیننده های عزیز ما و تشکر می کنم از دعوتتان، از اینکه وقت گرانبهایتان به اختیار ما گذاشتین. من شکیبا شمیم رستمی هستم. شکیبا اسم رسمی ماست، شمیم در اصل اسم خانگی ماست، اما چون اکثر دوستان با اسم رسمی آشنایی ندارن، بنابراین ما همی نام به حیث اسم شیری خود هم انتخاب کردیم و اسم خانوادگیم رستمی است. بانو شکیبا شمیم رستمی، به برنامه فراز و فرود زندگی یک شاعر خوش آمدید. خیلی ممنون، بازم تشکر می کنم از دعوت شما. سوالات این برنامه در دو بخش ترتیب شده. در بخش اول سوالاتی در مورد زندگی شخصیتان مطرح می گردد که پاسخ مختصر با آنها کافی خواهد بود. اگر پاسخ هم را ندهید مشکلی نیست. و در بخش دوم پرسش های در مورد شعر، هنر، ادبیات و سروده های شما مطرح خواهد شد که بدون شک تشریح و توضیح بیشتری ضرورت دارد. و حالا از بخش اول شروع می کنیم. شما لطف نموده در مورد خانواده تان کمی معلومات ارائه بفرمایید. در مورد خانوادهم، پدرم محمد امان رستمی تحصیلات اقتصاد داشتن، خداوند رحمتشان کنه. مادرم بی بی حلمه مشرقی با مقایسه با زنان وقت خود دانش بالایی داشت، خانم باسواد، خداوند طریق رحمت کنه. و ما شش خواهر برادر بودیم یا هستیم، پنج برادر خواهر هستیم فعلا. در مثل سایر افغانا در نقاط مختلف دنیا زندگی می کنیم و دو فرزند دارم، دخترکم محصل است و پسرم تازه مکتب تمام کرده. شما لطف نموده در مورد تحصیلاتتان هم کمی روشنی بیاندازید. دوره ابتدایی مکتب، چون ساکن دهنه و دهبوری مناطق میرویس میدان بودیم، در مکتب دهنه و دهبوری خواندم. بعدن صنف هشتم در مکتب نیکبختی امتحان سویه دادم و وارد لیسه رابعه بلخی شدم. از لیسه رابعه بلخی فارغ شدم و چون زیاد علاقه من به ریاضی بودم، وارد دانشگاه ساینس رشته ریاضی شدم و با کسب نمره کادر فارغ شدم از دانشگاه ساینس رشته ریاضی. بعدن جنگای داخلی شروع شد و شرایط وطن ناگوار شد و مهاجرت های کوتاه مدت داشتیم و بالاخره به آلمان مقیم شدم و اینجا کدام تحصیل خاص نداشتیم، چون ما مادر شدم و وظیفه خطیر مادری به دوشم بود. با وجود از اینکه سخت علاقه مند بودم که تحصیلات خود ادامه بدم، اما خب با خود فکر کردم که وقت مادر، به حیث مادر باید توجه اولش بالای اطفالش باشد، چون اونا هستن که جامعه را به دست میگیرن. بناهن من صرف نظر کردم از تحصیل و تنها کورس ها و بعض تحصیلات بسیار تعلیمات بسیار کوتاه را پیش بردم و فعلا به حیث مترجم چندین سال است و به یکی از دفاتر ترجمانی کار میکنم. شما لطف نموده در مورد سابقه کاری و تجربه تان هم معلومات بتین. خب سابقه کاری ما ندارم که دوباره شما معلومات بدم. قسمی که بیشتر گفتم در افغانستان، تازه وقتی از دانشگاه خلاص شدم شرایط وطن خراب شد. با وجود از اینکه معرفی شدم در لیسه محمود هوتکی، اما بسیار کوتاه بودم در اونجا.
و بعد از او هم شما می فهمین وقتی در یک کشور بیگانه آدم میآید بسیار زمان در بر می گیره تا ای که آشنا میشه آدم با شرایط زندگی و تغییراتی که در زندگی وارد میشه. و اولین کاری که ما کردیم در اینجا ترجمانی بوده و از تقریبا 10-12 سال میشه که در این رشته کار میکنم و دیگه کدام تحصیل خاص ندارم که ما دربارهش گزارش بدم. زبان مادری شما کدام زبان است و با کدام زبانهای دیگر صحبت کرده میتونین؟ زبان مادریم فارسی هست، البته گذشته از ای که هر کس چند کلمه یا چند جمله از زبانهای مختلف یاد می داشته باشه او رو نمیتونیم در جمله آموختن حساب کنیم. من با زبانهای فارسی و آلمانی میتونم صحبت کنم. شما قبلا اشاره کردید ولی کمی بیشتر میخواهیم که شما در کجا تولد شدید و اصالتا از کجا هستید؟ ما در شهر کابل تولد شدیم و اصالتا از کابل هستم. شما چه زمانی احساس کردید که استعداد سرودن شعر را دارید و در کدام زمان به سرودن شعر آغاز کردید؟ من بسیار کوچک بودم که برادر بزرگم که خودش هم بعدا محصل ادبیات شد و طبع شعری داشت مرا متوجه می ساخت و می گفت که جملات تو موزون هستند و شعر شباهت دارند. من شعر هنوز نمیشناختم چون هنوز وارد مکتب نشده بودم و از وقتی که من وارد مکتب شدم کنجکاو بودم چون شنیده بودم که جملات ما به شعر شباهت داره. کنجکاو بودم تا بشناسم که شعر چی هست که جملات ما به او شباهت داره و همی که خواندن و نوشتن یاد گرفتم به دنبال شعر گشتم و مجلات، روزنامه ها و کتاب درسی و هر آن چیزی که به دسترسم قرار می گرفت. اما ای که چی وقت اولین شعر را سرودیم واقعا ما نمیتونم بگویم. چیزهای شعرگونه سرودیم، او را سرایش هم گفته نمیدانیم، یعنی نظم گونه های بوده و اولین باری که در مجلات برای چاپ فرستادم در مکتب ابتدایی بودم، فکر می کنم صنف 6 یا 7 مکتب بوده باشم. شما از کدام شاعران بیشتر متأثر شده اید و در کدام سبک و قالب شعر می سرایید؟ ما زیادتر حافظ و خیام خواندیم، اما به این معنا نیست که مثلا ما تفکیک کردیم یا توجیه دادیم حافظ و خیام بر سایر شعرا از قبیل سعدی، مولانا، حافظ. ما در او زمان دسترسی زیاد نداشتیم چنان که در دنیای امروزی داریم، به همه کتاب و همه اشعار دسترسی داریم. در او زمان متاسفانه ما دسترسی نداشتیم و ما به هر آن چیزی که در دسترسم قرار می گرفت به همون رجوع می کردم. چون حافظ در دسترسم بود و خیام در دسترسم بود ما زیاد از اونا خواندیم و حتما از اونا متاثر شدیم. اما بیشتر ما از قرآن متاثر هستم چون خب از طفلی قرآن خواندیم، معلوم دار در اوایل قرآن شکل می خواندیم که خب چون درست مفاهیمش رو درک کرده نمی دانستیم، ای که چند بار در کمیت ها توجه داشتیم که چند بار ختم می کنیم، در صفحه چند هستیم. تمام توجه ما امی خواهرها و برادرها وقتی که مادرم خدا بخشش امرای ما می خواند به همی بود، مثل مسابقه هایی که ما ختم قرآن می داشتیم. اما خب یک زمان آدم متوجه میشه، یک دوره را در بر میگیره تا ای که آدم ظاهرا هر چیز را متوجه میشه. یک زمان متوجه شدم که وقت طور مثال یک شعر حافظ مردم در بارش تفاسیر می کنند و تبادل نظرها می کنند، اختلافات نظر واقع میشه و یا هر شاعر دیگه، حتی شاعرای معاصر، یعنی ساده نیست که آدم ظاهر و باطن یک شعر به آسانی درک کنه و بفهمه. اینو درک کردم که هر شعر، هر سخن شیوای، چی شعر باشه، چی نظم، چی نثر باشه، هم مانای ظاهری داره و هم مانای باطنی داره. و من تا او زمانه که خوانده بودم معنای ظاهر قرآن خوانده بودم. من براتون گفتم میتونم که اولین باره که من قرآن با ترجمهش خواندم شاید 13-14 سال داشته بوده باشم یا کوچکتر. یعنی من چنان ترس وجود من فرا گرفته بود که امروز که من از او یاد میکنم همون ترس احساس میکنم، اینقدر قوی بود.
اما یک زمان متوجه شدم که خب معلومدار مثل هر خواننده دیگه سوالات ذهن ما مخشوش نگه داشته بود، سوالاتی که ما نظر به دلایل مطرح نمی کردیم یا ای که مطرح می کردیم اما متاسفانه جواب درست ما کسب نمی کردیم، یا جوابی که مثلا بر ما قابل قبول بوده باشه گرفته نمی تانستم. بنابراین من همیشه با خود مشغول بودم، طفل آرام بودم، در ذهن خود مشغول بودم و همین اختشاش ها مرا همیشه اذیت می کرد به ای که مثلا بین پذیرش و ناپذیرش قرار داشتم، بین یک پذیرش که باید ندانسته بپذیرم یا ای که نپذیرفتن که باید دلایلش بسنجم. من در بین ازی دوتا باید یکیش انتخاب می کردم، دیگه گزینه نداشتم، یا پذیرش نادانسته را انتخاب می کردم یا نپذیرفتن که باید برم و روی دلایلش بحث کنم، روی دلایلش کنجکاو کنم و ببینم که چی دلیل وجود داره بر نپذیرفتنم، و من همین گزینه را انتخاب کردم، البته در دل خود انتخاب کردم، چون خب شما می فهمین دلایلشه. و یک زمان رسید که من خواستم که از همین اختشاش ها خود نجات بدم و رفتم باطن قرآن خواندم. بسیار اساسی وقتی که باطن قرآن خواندم، این وقت بر من احساس آرامش دست داد. همون ترسی که بر من دست داده بود و سالهای سال اذیتم میکرد، سوالهایی در ذهنم میآورد که برم ناراحت کننده بود، وقتی من قرآن باطنش خواندم احساس آرامش کردم، چون قرآن هم توجیهات، تشبیهات، تفاصیل همه چیز داره و با یک ادبیات بسیار بزرگ. یعنی پیش ما این سوال بود که وقت گفتار بنده های خداوند یکقدر تفسیر ضرورت داره، قرآن با او بزرگی و با او عظمت و با او فصاحت که ما میخوانیم چی مفاهیم وجود داره در قبال هر واژه‌اش، در قبال هر کلمه است که ما بسیار به سادگی از روی معانی ظاهرش قضاوت میکنیم و زندگی خود و اطرافیان خود حتی نظر به معانی ظاهرش قضاوت میکنیم. بانو رستمی، درون مایه اشعار شما را چه موضوعاتی تشکیل میدهد؟ خب درون مایه در شعر یک وجه بسیار اساسی است و به نظر من شاعر باید درون مایه در شعر خود نداشته باشه، بلکه درون مایه ها داشته باشه. به نظر ما در شعر ما جهانبینی بسیار با وضاحت نمودار است و بناهن وقت جهانبینی بود همه ابعاد مختلف و متفاوت از قبیل عرفانی، اجتماعی، حماسی و همه را در بر میگیره. فکر میکنم که ما بیشتر بسیار پیچیدم به یک قسمت و یک قسمت سوال شما را به جواب گذاشتم. در قسمت سبک ها من هیچ بهتان جواب ندادم، اگر اجازه دن باشه من. بله بفرمایید. بله، در باری سبک سوال کردین، من اصلا به سبک ها توجه نمی کنم. از دیدگاه ما شعر یک مثل یک آب جاری میمانه که سبک ها ظروف هستن که در او ریخته میشن، یعنی این ظروف میتونه فرم های مختلف داشته باشه، میتونه از ماتریال مختلف ساخته شده باشه. اینا هیچ رول ندارن در عمود طعم آب، رول ندارن، تنها برای کس رول داره که در مثال او توجه بر گبارای آب نداره، او توجه به ای داره که کدام ظرف در دست خود داشته باشه. همین که ظرف مگذاره دیگه همو احساسش تمام میشه، اما کسی که توجهش به زلالیت آب است، از هر ظرفی که بنوشه برش بی‌تفاوت است و او امو آتش خود میتونه رفع کنه. بنابراین من هیچ به سبک ها توجه ندارم. از طرف دیگه من شاعر مسلکی نیستم و فصاحت ما براتون گفتم میدونم که من اصلا شاعر نیستم، من فقط حرف دارم برای گفتن، بسیار حرف دارم. و چون او زمانی که من کمتر می نوشتم و زیادتر می خواندم، دسترسی زیاد به کتب زیاد نداشتیم و از زمانی که به کتب زیاد دسترسی داریم از طریق اینترنت، متاسفانه ما وقت کافی ندارم و آنقدر ذهنم پر از حرف است برای گفتن که ما برای خواندن دیگه وقت نمیافم، وقت از این ندارم که توجه کنم به سبک ها و قوانین مقررات شعر.
اصلا توجه ندارم، فقط حرف دارم برای گفتن و خودش سبک ایجاد میکنه، خودش قافیه میگیره، خودش وزن میگیره. شعر را شروع میکنم، باید در ظرف چند دقیقه تمام شود. اگر در ظرف چند دقیقه تمام نشد، برای همیشه ناتمام باقی میماند. بانو رستمی، شما لطف نموده در مورد آثارتان نیز صحبت کنید، آثاری که چاپ شده و یا آثاری که آماده چاپ هستند. خب آثاری که چاپ کردیم، چند مجموعه شعری خود چاپ کردم، 6 یا 7 بگویم چاپ کردیم. یک دفتر مثنویاتم، دفتر اولش چند قبل با کوشش جناب آسمان نورسایی که بازم ازشان سخت سپاسگزار هستم به چاپ رسید، و یک کتاب دیگیم که در برگیننده بیشتر شیرای آزاد و همچنان در خلالش شیرای به هر سبک دیگه هم است زیر چاپ هست، کارش آغاز شده. عزیزای دیگه دست به دست هستن و سرش کار میکنن، چون ما تعداد شیرایم به اندازه زیاد است و ما در یک ازدحام شیری قرار دارم. یعنی هر لحظه اگر ما بخوایم نوشته کنم تمام شیرای ما، باید هیچ کار دیگه نکنم، هیچ زندگی نکنم و دارم شعر نوشته کنم. یعنی هر قدر که زمان گذشته میره، بر من امکانات چاپ کردنشان، امکانات تنظیمشان محدودتر شده میره، هم از نگاه اقتصادی چون تعدادشان بسیار زیاد میشه و هم از نگاه زمانی برم بسیار مشکل ساز میشه. بناهن عزیزای دیگه مرا کمک میکنن و یا چاپخانه هایی هستن که اونا توجه نشان میدن و مجموعه های ما چاپ میکنن و من هم همو امتیاز ارزه را و اختیار از اونا میگذارم. 2-3 کتاب من خودم چاپ کردم و 1-2 کتابم زیر چاپ است. 1 کتاب که شیرهای فولکلوری را در این روزهای آخر آماده کردم، خدا من رحمت کنه استاد نگارگر عزیزه، اونا یک روز من یک پیام ازشان گرفتم، با وجود از که ارتباط با هم نداشتیم در عالم ناشناسی، که بر من نوشته بودن که امیر راه در ادبیات ما ناپیموده مانده، و وقت من شعرهای فولکلوری تا را میخوانم فکر میکنم که یک چیز بسیار تازه است و از من خواهش کرد که امیر راه را ادامه بدم. خب من متاسفانه تا زمانی که اونا حیات داشتن امیره نتونستم که انجام بدم، اما حرفشان به گوشم بود به حیث یک استاد که ازشان چیزهای آموختم بعدن، و ایر آماده کردیم، آماده چاپ هست و 1-2 مجموعه دیگه ما هم تا نیمه رساندیم. امیدوار هستم که بتونم تا آخر برسانم و به دسترس خواننده عزیز قرار بدم. بانو رستمی، برداشت شما از وضعیت شعر امروز در افغانستان چیست؟ شعر امروز در افغانستان خوشبختانه میبینیم که شعر در جای یا در منصب بالای قرار گرفته. خب همی متاسفانه وطن ما در دهه های اخیر یعنی بسیار دوامدار تحت تهاجم قرار گرفت، مردم بسیار درد کشیدن، بسیار زجر دیدن، و چون شعر از احساسات برمیخیزه و بیشتر از احساسات تعلم انگیز برمیخیزه، بناهن احساسات مردم به حساب بسیار جریحه‌دار بود و حتی کسایی که شاعر نبودن کوشش کردن که همی دردهای خود به یک نوع بیرون کنن. مردم بسیار شاعر شدند در این زمان، با وجود از اینکه جنگ ها وطن ما را بسیار ضربه زد، اما ادبیات ما را سطح بالا برده، شعر ما را، احساسات شاعرای ما را سطح بالا برده و بسیار جای خوشی است وقتی که، البته خوشی به خاطر جنگ نی، خوشی به خاطر از اینکه وقتی می خوانیم شعرای بانوان امروزی را، بسیار احساس می کنیم که خوشبختانه افغانستان می تانه در بین شاعرای فارسی زبان تمام اقلیم فارسی زبانان یک جایگاه بسیار خوب را کسب کنند. از نظر شما کمیت و کیفیت شعر در حوزه زبان فارسی چطور است و در کدام سطح قرار دارد؟ وقتی زبان در فارسی حوزه میگیم زبان شامل بله. افغانستان، ایران، تاجکستان، سمرقند، بخارا و غیره کشورهای فارسی زبان. ما بیشترین افتخاری که میتونیم بکنیم، ماهایی که بیشتر زیادتر در خارج از افغانستان زندگی میکنیم،
میتونیم به زبان خود افتخار کنیم. یعنی زبان ما واقعا قدامت و فصاحت دارد که قابل افتخار است، و در ایران مالمدار از حقیقت نگذاریم که زیادتر کار شده سرش، افغانستان چون جنگ نگذاشت که زیاد سرش کار شده، در ایران زیادتر کار شده سرش، افغانستان هم قسمت که پیشتر گفتم جایگاه خوبی را کسب کرده، از تاجکستان هم با وجود از ای که زبانشان تحت تهاجم قرار داشت، اما بسیار به شیرینی و زیبایی دوباره زبان خود به دست گرفتن. در مجموع گفتم میتونیم که ادبیات فارسی در جمله ادبیات های غنی جهان میتونه به شمار بره. بانو رستمی، شما در مسیر سرودن شعر با کدام موانع روبرو شدید یا خیر؟ اگر شدید چه تأثیری روی سرایش شعرتان گذاشته است؟ بله، خب مانی گفته نمیتونمش، اما وقتی من افغانستان ترک کردم، وجود از ای که یعنی از کودکی بسیار به شعر وابسته بودم و حتی نمیتونستم بدون شعر زندگی کنم. حتی زمانی که من ریاضی میخواندم احساس میکنم که من قوانین و مقررات شعر از طریق ریاضی آموختم. حدس میزدم که شعر یک شکل منظم هندسی است که من ترسیم کردن از او را یاد میگیرم. یعنی با شعر بسیار وابسته بودم، اما وقت افغانستان ترک کردم و آمدم به آلمان، سالهای زیاده مثل از این که من همون شمیم شاعر گذاشتم در کابل و آمدم و یک شمیم دیگه شدم. دلیلش هم تغییرات اجتماعی، زبانی، کلتوری، خانوادگی، یعنی تغییرات مختلفه که همزمان همش مواجه میشه یک کسی که با هر سن سال که باشم، و اون معلمدار تاثیرات داره و بالای من هم همین تاثیر گذاشت و من یک زمان بسیار طولانی از شعر کاملا دور ماندم. یعنی هیچ احساس نداشتم برای از این که من شعر بسرایم، یا اصلا به خاطرم نمی آمد که من شاعر بودیم و باید شعر بسرایم. یک زمان دوباره برنامه های تلویزیونی، برنامه های جهانی آغاز شد و دوباره به یادم آمد که ما یک کسی بودیم که فراموش کردیم خود و آستاسا دوباره خود یافتم. وقتی خود یافتم دیدم که من در یک انفجار از شعر قرار دارم، در یک ازدحام قرار دارم که مثل از این که من همین شعرهایی که سالهای سال نسروده بودم در حقیقت سروده بودم، اما همشان در کدام جای در ذهنم، در افکارم انباشته بودن و تنها اونا رو من بیرون نکرده بودم. مثل یک آتش بسه بعد از اینکه من شروع کردم، یعنی به اندازه امی ازدهام شیرها بالایم زیاد شد و تنها امیره به حیث یک مانی برتان گفتم میتانم، در غیر از او کدام مانی دیگه وجود نداشته. بانو رستمی، شما سروده های کدام شاعران را بیشتر دوست دارید و میپسندید؟ در اصل هر شعر خوب میپسندم از هر شاعر که باشه. ما گفته نمیتونیم که مثلا یک شاعر که طور مثال بیدره میگیم که یعنی در بلندترین جایگاه ها یا بیدل یا حضرت مولانا قرار دارن، به این معنی نیست که تمام شعرهایشان مورد پسند تمام خواننده ها قرار میگیره. هست بعض شعرهایی که بعض خواننده ها اونا رو نمیپسندن و من هم به حیث اموتر یک خواننده هر شعر خوبی را میپسندم، اما از دیدگاه من اولین و آخرین شاعر خداوند است و عالم هستی خودش به مثابه یک غزل هست که یک سر مو در اوزانش خلل نیست. یک غزل بسیار صاف، منظم، با واژه های بسیار ژرف، شیوا، شگفت‌انگیز که از خواندنش هیچ وقت آدم سیر نمیشه. و به همین خاطر من یعنی دیدگاه من فکر می کنم که عالم هستی خود شعر است که یا غزل هست که سروده نشده بلکه خلق شده، خلاقیت نیاز داشته. بناهن خلاقیت ها را بیشتر بنده ها هم می پسندن و چون خلاقیت زیباتر از خلاقیت خداوند وجود نداره، پس ما امی عالم هستی را به حیث بهترین شعر می پسندم. اما شعرهای حضرت مولانا، بیدل، حافظ، سعدی، رودکی و از شعرهای معاصر ما که نمیخوایم نام بگیرم تا خدای نخواسته یک تعدادشان از پیشم نمانند و
باعث سوی تفاهمات نشه که ما تفکیک میکنم بین شاعرها. شعرهای خوبه از هر شاعره که باشه دوست دارم و میپسند. شما چه پیامی به کسانی که علاقمند به سرودن شعر هستند دارید؟ و کسایی که علاقمند به سرودن شعر هستند، فقط کوتاه میتونم بگویم که متوجه باشند که، البته بر کسایی که تازه آغاز میکنند، متوجه باشین که شعرتان معرف شما هست. بگذارین کم پخته شود و بعد از او نشر کنین. اگر شما شعرتان خام نشر میکنین، یک تعداد زیاد خواننده های دانه حتی زمان که شعرتان پخته هم میشه از دست دادین، چون شما خود به حیث یک شاعر نه چندان فصیح معرفی کردین و وقتی که فصاحت هم پیدا کردین، خواننده هایتان شما را متاسفانه با همو چهره میشناسن. صبر کنین، توجه کنین، تجسس کنین، اشتباهاتتان را اصلاح کنین، سوال کنین و بعد از یک کاملا مطمئن شدین که شعرتان بر جامعه قابل پذیرش هست، البته معیارهای درست بسنجین، نه با ای که طور مثال در فیسبوک به کمیت ها توجه کنین، چون وقتی که متوجه من از خود شدم، تا زمانی که شعرم خام بود بسیار کامنت های زیاده می گرفتم. شعر وقتی که پخته شود، کسایی که با او توجه دارن تعدادشان کم میشن، اما کیفیت بالا میره. بگذاریم کیفیت ها بالا بره، بالای کمیت زیاد توجه نکنین. همین پیام ماست برای شاعرای عزیز ما که امیدوار هستیم آینده سازای زیبای کشور ما باشند. بانو شمی، می شود شما لطف نمایید با عنوان نمونه یکی از سروده هایتان را دکلمه نمایید؟ تنها یکی با هیچ کس جای آن یکی، هر جا نظر فتاده به سیمای آن یکی، پاشیده آب بر سر خاک جهنم، آتش برعکس از سر سودای آن یکی، تا چند روز بعد تصرف شود بهشت، از بس شگفته دل به تمنای آن یکی، در برگ هر شکوفه بهار است پرس رنگ، هر رنگ غرق سیر و تماشای آن یکی، افتیده عکس ما و دریای عاشقی، هر موج نور عاشق دریای آن یکی، رنگ انار پوش بهی یا زند سجان، هر دانه داغ الفت سرمای آن یکی، بی جا نشسته خواب به چشمان آرزو، ما را امید بودن فردای آن یکی. سروده از بانو شکیبا شمیم. نمیدانم چه حکمت هایی از خلقت به تن دارم، فقط دانم که یک تن دارم و صد پیرهن دارم. عجب زیبا کتاب زندگی را نقش ها باشد، که هرچه صفحه گردانم همی باغ و چمن دارم. آیا مردم خودم را کشته بودم باز برگشتم، هنوز اما به دوری گردنم شوقی رسن دارم. ز رسم زندگی خوب و بدش را کی توان کندن، گهی بوی زقوم هستم گهی عطر سمن دارم. اگرچه کشتن آسان گشته، اما گر گناه کردم، قبول آن سنگ ساری های دوران کهن دارم. دلم گوید که دنیا سالهای پیش بگذشته، که چون نقشی در آب افتیده ذوق گم شدن دارم. به هر صورت من از هر آن چه می آید نمی رنجم، که در پاییز هم گلدانی از نسترن دارم. خودم دانم که حتی غافل از جان خودم هستم، و وقت مردنم دانم که جانی
در بدن دارم. بانو شکیبا شمیم رستمی، از شما یک جهان سپاس که در برنامه حضور پیدا کردید، صحبت نمودید و سرودهتان را دکلمه کردید. ما هم منابع خود باز هم از شما و از بیننده های عزیز ما یک جهان سپاسگزار هست. و همچنان از همه بینندگان تشکر میکنم که برنامه ما را میبینند. برنامه کنونی در همین جا به پایان میرسه. تا تقدیم برنامه های بعدی، الله نگهدار. خدا نگهدار.